شب قدر است و تهی شد نامه هجر سلام و فی حتی مطلب الفجر. سپاس و تشکر میکنیم از همکار عزیزم اسما جان امیری که آداب و رسوم رمضان در دیگر کشورها را برای ما آماده ساختن. اما صحبت ها را ادامه خواهد دادیم با جناب آقای شفایی. جناب آقای شفایی، همونطور که گفتیم در مورد این که قرآن هم گفتیم، در مورد اعجاز قرآن گفتیم، ترتیب نزول قرآن میشه اگه برای بیننده عزیز بفهمید. قرآن بر اساس بیشتر دیدگاه و اندیشه مفسرین بزرگ دو تا نزول داشته، یکی نزول دفعی و یکی هم نزول تدریجی. به این معنا که در شب قدر یک مرتبه کل قرآن بر سینه مبارک پیامبر اسلام نازل شده و بار دیگر به هر مناسبتی. البته درباره شب قدر یا نزول قرآن هم در قرآن سه آیه هست. یک مرتبه میگه شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، ماه رمضان ماهی است که در اون ماه قرآن نازل شد. بله. شبش تعیین نمیکنم. باز هم در سوره دیگر هست که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. بله. یعنی ما قرآن را در شب مبارک نازل کردیم. و در سوره قدر میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. این نزول نزول دفعی بوده که یعنی کل قرآن از الف تا یا در سینه مبارک پیامبر اسلام نازل شده. بعد در مدت 23 سال به تدریج به مناسبت های مثلا از جنگ بدر بگیر، در عبده رمضان و همینطور مناسبت های انفاق، صدقه، کمک به مستضعفین، مسئله جهاد، مسئله مبارزه، صبر، پایداری، حلم، بردباری اخلاقی، کل مسائلی که برای راهنمایی بشر لازمه و در این مدت پیش آمده مثلا در اونجا نازل شده. بله. آره، به موارد خاص که لذا همون وقت پیامبر اکرم آیه را تلاوت کرده به همون مناسبت. بله. بنابر این قرآن یک نزول دفعی داره و یک نزول تدریجی داره. بله. که نزول دفعیش در همین شب قدره که باز هم قدر در واقع یک شب یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23 و بنابر قولی هم شب 27. آره، ولی در عین حال تدریجیش در طول 23 ساله. بله. آره، منتها یک موضوعی را که بینندگان ما متوجه باشن اینه که ما بعضی مسائل اسلامی که داریم اونها جنبه تاریخی داره که یک بار اتفاق افتاده دیگه تکرار نمیشه. بله. مثلا میلاد النبی، میلاد پیامبر گرامی اسلام که خیلی اهمیت داره، یا مثلا میلاد حضرت امام زمان علیه السلام، یا مسئله بعثت و امثال اینا. بله. اینا یک حادثه بوده که یک بار اتفاق افتاده یا عاشورا دیگه تکرار نمیشه. ولی ما اگر اونها را بزرگ داشت یا نیکو داشت یا پاس داشت قرار میدیم، به این مناسبته که همون روز را سعی میکنیم به عنوان یک روز تاریخی یاد کنیم ازش. بله. ولی شب قدر گرچه قرآن فقط در همون زمان پیامبر نازل شده، ولی خود شب قدر هر سال تکرار میشه. بله. نزول ملائکه هر سال تکرار میشه. لذا مثلا یا شب قدر، و اگر ما میگیم بنابر بعضی از روایات که شب مقدرات انسانه، که در شب قدر تقدیر انسان برای یک سال دیگه تعیین میشه، چنانچه الان هم مرسومه. یعنی الان دولت، کابینه مثلا کل برنامه یک ساله را مثلا قبل از قبل تعیین میکنن، پلانشانه، برنامهشانه، سازوکارشانه یک سال قبل تعیین میکنن. و در شب قدر هم مقدرات انسان در همین شب تعیین میشه. ولذا ما با نیایش، با دعا، با مناجات،
با راز و نیاز می توانیم برای خود تقدیر خوبی را در نظر بگیریم. البته روایاتی هم داریم که شب 19 برنامه ریزی میشه، شب 21 به مرحله بالاتر میرسه و شب 3 امضا میشه در پیشگاه امام زمان علیه السلام. آره، لذا ما در این شبهای قدر با نیایش و راز و نیاز و مناجات و دعا و امثال آن سعی کنیم که انشاءالله بهترین مقدرات را برای خود از بارگاه تعالی طلب نماییم. بسیار خوب. اما آقای شفایی در رابطه با ازی بگن که قرآن کریم در شب قدر چگونه نازل شده بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله؟ خود توسط جبرائیل امین، یعنی کل قرآن یک بار نازل شده بر بر اکرم در سینیش، که خود پیامبر کل قرآن را درک کرده، مفادش را درک کرده، مضمونش را درک کرده، با محتوای آن آشنا شده خود پیامبر بر اساس رسالت. بعد به مناسبت ها برای که این اجرایی شوه و به قول امروزی ها کاربردی شوه، در هر مناسبت آمده. مثلا یک کسی در راه خدا انفاق کرده، آیه انفاق آمده. یک کسی در راه خدا صدقه داده، آیه صدقه آمده. یک کسی در راه خدا مقاومت کرده، آیه جهاد آمده. این هست که یعنی مضمونش در کل یک بار برای پیامبر نازل شده، ولی برای که در سطح جامعه کارایی پیدا کنه و کاربردی پیدا کنه و اجرایی شوه، به این مناسبت مثلا هر آیه به یک مناسبتی برای حضرت نازل شده و حضرت او را برای همون مستمعین و اصحاب و یارانی که دورش بوده خوانده و اونا کل موضوع را با تمام وجود لمس کرده. آره، اینطوری مسئله است. خب در مورد چگونگی نزول قرآن هم چیزای تشریح کردین جناب آقای شفیعی. پس چرا یعنی حکمت از اینکه قرآن در خود شب قدر نازل شد چی است؟ خب البته این ما 100% برای هیچ کار حکمت یا فلسفه او را نمیتونیم درک کنیم، به خاطر که علم ما محدوده و حکمت الهی فراتر از اندیشه و دانش همه است. ولی این را ما میتونیم عرفی در جامعه خود مثال بزنیم. مثلا الان خیلی از ازدواج ها در نیمه شعبان صورت میگیره، در بعثت صورت میگیره، در یک مناسبت خوب مبارک. یا حتی مثلا دولت میخواد به یک کسی آزادی بده، از زندان رها کنه، باز به مناسبت استقلال کشور این کار میکنه. یک مناسبت هایی را در نظر میگیره، بر اساس اون مناسبت این عملیات را انجام میده. و شب قدر به معنای شب بسیار بزرگ با منزلت که در کل سال یک شب به این پیمانه منزلت داره، دیگه نداره، لذا در این نازل شده. این ما اگر بخواییم مقایسه کنیم و تطبیق کنیم و مثال بزنیم، همین مثالیه که من عرض کردم که اگر دولت میخواییم مثلا 10 پروژه رو چی کنه، به اصطلاح بازسازی کنه یا کارایش رو اعلام کنه، در روز استقلال این کار رو میکنه. آره، و اگر هم مثلا فرض به یک خانواده تلاش بکنن به یک روز بسیار نیک و پرمیمنت مسئله ازدواج اینا را در نظر بگیرن. این یک مسئله عرفی هست که آدم از این میتونه استنباط کنه و استفاده کنه که چون شب قدر بالاترین شب در طول سال هست از نظر قدر و منزلت، لذا خداوند قرآن را هم در این شب نازل فرموده. بله، بسیار زیبا. ولی خب در مورد ای که تدریجی بودن نزول قرآن و تکمیلی بودن قرآن شما چیزهای گفتین؟